واژه قلمکار ترکیبی از دو کلمه قلم و کاره. ریشه این کلمه بیانگر اینه که این هنر در ابتدا از ایجاد طرح با دست بر روی پارچه حاصل می شده، اما امروزه از طریق چاپ کردن طرح با قالب بر روی پارچه صورت می پذیره. امروز قصد داریم روند تولید این سوغاتی معروف شهر اصفهان رو بهتون نشون بدیم. چون هنرش خیلی وقت گیر بوده و در واقع شاید یه پارچ وقتی میخواست آماده بشه ممکن بوده خیلی زمان ببره، تصمیم میگیرن که هنرمندای قلمکار از طرحهایی که تکرار طرح توش بوده رو انتخاب کنن به جای اینکه یه طرح کامل مثل فرش باشه و بیان اون طرح رو روی قالبای چوبی پیاده کنن. زمانی که بشه بگیم این نقطه عطف توی هنر قلمکار به وجود اومده تقریبا میشه گفت بوده 200-250 سال پیش بوده. با گذشت زمان هنر قلمکار شاهد ایجاد تغییرات مختلفی بوده. به عنوان مثال اولین قالب‌های مورد استفاده در این کار از جنس سفال بودند. سپس از قالب‌های سنگی استفاده می‌کردند و بعد از اون از قالب‌های درخت گلابی بهره می‌بردند که البته مناسب‌ترین گزینه بوده، به طوری که قالب‌های امروزی نیز از چوب این درخت ساخته می‌شن. علی‌رغم این همه تغییرات، پس از رواج یافتن طرح‌زنی با قالب، تغییر قابل توجه دیگه‌ای در روش اصلی خلق این آثار رخ نداده. روند کار رنگ‌آمیزی پارچه‌های قلمکار به مراحل مختلفی تقسیم میشه. اولین مرحلهش به کارگیری رنگ مشکی هستش که پایه اصلی کارو تشکیل میده. بعد از اونم به ترتیب رنگ‌های قرمز، آبی و زرد زده میشن. روند قالب زدن طرح‌ها از حاشیه پارچه شروع میشه و به سمت مرکز اون پیشروی میکنه. البته برای بالا بردن سرعت کار هر فرد مسئول زدن یک رنگ خاصه. نکته بسیار مهم در هنگام قالب زنی جایگذاری درست قالب و در مکان دقیق منطبق بر روی خطهای قبلیه تا بهترین نتیجه در طرح نهایی به دست بیاد. طرحی که قدیم بوده تمامش از این ببینید این قالبای محرماته بوت جقه بوده، الان ما رو همون نقش های قدیمی که بوده است رو همون تهرامون رو الان پیاده مونه، همون قالب های قدیم ما دو مرتبه اومدیم نو شردیم. تمامی این نقش هایی که ما داریم توی آثار تاریخی ما موجود هستش، ما اومدیم آوردیمش توی پارچه قلمکار. بعد از مرحله قالب زنی پارچه ها برای فرایندی سه مرحله آماده میشن که هدف از اون تثبیت رنگ هاست. مرحله اول اینه که پارچه ها رو توی هوای آزاد قرار میدن تا نور خورشید رنگ های اونا رو خشک بکنه. بعد از اون پارچه ها رو جمع میکنن و درون دیگ های بخار قرار میدن. و در نهایت پارچه‌ها رو وارد دیگ آبجوشی می‌کنن که حاوی روناس و پوست عناب هستش و می‌جوشوننشون. سفید و کرمی رنگ‌های نهایی زمینه آثار قلمکار هستند. رنگ کرمی از ترکیب ماده‌ای موجود در ریشه گیاه روناس به نام آلیزارین با پوست انار به دست میاد. علاوه بر این برای حصول رنگ سفید پارچه ها رو برای چند دقیقه داخل استخر کلر قرار میدن. دیگ‌هایی که در فرایند جوشوندن پارچه های قلمکار مورد استفاده قرار میگیرن باید از جنس مس باشن، چون اگه از فلزات دیگه ای استفاده بشه پوست اناری که توی این آب جوش وجود داره باعث میشه که پارچه ها لک بشن. مرحله آخر در تولید یک اثر قلمکار شامل شستن و خشک کردن پارچه ها میشه.